بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه سرزمینش. خوش آمدید به کربلای معلا. خوشحالیم که برنامه سرزمین عشق رو زنده و مستقیم از کربلای معلا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. خیلی هاتون الان دلتون کربلاست و مخصوصا توی غروب جمعه که دل میگیره دلتون میخواد که سلام بدید خدمت ابا عبدالله. معطلتون نگذارم، قدم به قدم بیاید بریم محضر امام حسین، رو کنیم خدمت آقای خوبی ها، ارباب خوبی ها و سلام بدیم. بسم الله. آقا جان یا ابا عبدالله، به نیابت میلیون ها نفر عاشق و دلداده، میلیون ها نفر ملتمس دعا، میلیون ها نفر دور افتاده از کربلا و آقا جان به نیابت اونهایی که الان چشمشون به لبان ما برای نیابت زیارت اونهاست، کسایی که دستشون از این دنیا کوتاه و این سلام ما و این نیابت ما توشه برای اونها که راحتی پیدا بکنند از سختی های آخرت، سختی های برزخ. یا ابا عبدالله، این سلام ما رو به بزرگواری و آقایی خودتون بپذیرید و نام ما رو در تومار زوار امروز خودتون به بزرگواری ثبت و ضبط کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ضمن این سلام اجازه بدید یک حاجت بزرگ، یک حاجت بین المللی رو محضرتون مطرح بکنم و ازتون مسئلت کنم آقایی کنید. خیلی ها دوست دارن این پرچم قرمز روی گنبد رو یک بار از نزدیک ببینن، یک بار با این قرار پرچم دلشون قرار بگیره و با این بیقراری پرچم بیقرار بشن. یا ابا عبدالله به لطف و کرم و آقایی خودتون نام همه ما رو در تومار زائران خودتون قرار بدید که به زودی هر کس دستش کوتاست بتونه از نزدیک توی کربلا زائر شما بشه. بریم رو به حرم قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، بریم خدمت آقای خوبی ها و مهربانی ها، عموی مهربان ابوالفضل العباس، و خدمت آقامون دست نیاز دراز کنیم. آقا چند شب پیش همین مطلب رو محضرتون عرض کردم، دوباره همون حس و همون حال رو دارم، همون حرف رو میزنم که آقا چقدر خوبه که هر شب ما مقابل شما میایستیم و سلام میدیم. چه سعادتیه که ما هر شب میتونیم دستمون رو به سمت شما دراز کنیم. آقا ما غیر از شما کسی رو نداریم، غیر از در خونه شما هیچ خونه ای رو برای دق الباب نمیشناسیم. آقا ما اگر از در خونه شما دست خالی بریم هیچ جای دیگه دستمون پر نمیشه. آقا جان یا قمر العشیره، دخیل آقا جان، السلام علیک یا مولای یا ابوالفضل العباس، السلام علیک یا من وفا به بیعته،
السلام علیک یا باب الحوائج، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن ام البنین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. کربلای معلا در خدمت سرور بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسین مدرسی هستیم که خدمتشون سلام میکنم. عذر میخوام حاج آقا روحانی، عذر میخوام. اتاق فرمان همزمان دارن در گوش من صحبت میکنن، من اسم آقا رو اشتباه گفتم، خیلی عذر میخوام حاج آقا روحانی، ببخشید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم، خوش آمدید. امیدوارم که به خیر و خوبی این روزها رو پشت سر گذاشته باشید و روزهای آیندهتون هم با موفقیت باشه انشاءالله. پایدار باشید. الان داشتم این فکر میکردم که اصلا من توی دوستانم سید حسین مدرسی ندارم. یعنی الان فکر کنم خدایا با کی میتونم مثلا اشتباه گرفته باشم. در هر حال عذر بنده رو بپذیرید. با بینندگانمون اگر سلام صحبتی دارید بفرمایید تا بحثمون رو شروع کنیم. بله، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و با سلامی دیگر و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای این عزیزان باید عرض کنم که انسان با زیارت حضرت ابی عبدالله و در محضر حضرت ابی عبدالله علیه السلام که پنجمین عضو از اصحاب کسا هستن که انما جدشون پیغمبر، پدرشون امیر المؤمنین، مادرشون فاطمه زهرا و برادر غریبشون امام مجتبی و همه اصحاب کسا رو در این زیارت خلاصه کرده و همه رو زیارت کرده. انشاءالله که زیارت آقا ابی عبدالله نصیب همه کسانی که این آرزو رو به دل دارن بشود. انشاءالله. سپاسگزارم از حضورتون. ما توی شب‌های دیشب داشتیم صحبت می‌کردیم حاج آقا بعد از پخش، همین موضوع پیش آمد که این بحث آنچنان گسترده و بسیطه که ما هرچه هم می‌خوایم هر شب به اختصار جمعش بکنیم تا بتونیم مباحث دیگه رو تقدیم بکنیم و آخرش نمیشه، ناتمام و ابتر میمونه. و همه آنچه ما این شب‌ها خدمتتون تقدیم می‌کنیم واقعا تیترها و سرفصلهایی در مقوله امامت و واقعا لازمه بر همه ما، یکی از مهمترین ضروریات دین ماست که روزها و ساعتها و حتی سالها وقت بگذاریم که بتونیم خودمون تفحص بکنیم، این مطالب رو بیاموزیم و مستغنی از این تحقیق بشیم، یعنی انقدر بیاموزیم که حجت برامون کاملا تمام بشه، مصداق شناخت امام زمان رو در خودمون ایجاد بکنیم که به مرگ جاهلیت نمرده باشیم. اما با همه آنچه که از ما دو شب سه شب بیشتر فرصت نداریم، نهایتا استفاده میکنیم از محضرتون. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. همون گونه که اشاره کردید، بله، ما هم خودمون
و هم برنامه‌مون خیلی خیلی محدودتر و گذراتر است از این مفاهیم بسیار دقیق و عمیق اسلامی و از تعالیم بسیار غنی و آموزنده اهل بیت علیهم السلام. 1400 ساله که گویندگان میگویند، نویسندگان می نویسند، محققین تحقیق می کنند، علما قلم فرسایی می کنند، زحمت می کشند تا نسل بعد از نسل این معارف باقی بماند و هر نسلی که میاد معارف درست، معارف صحیح و معارف حق رو از نسل قبلی خودش تحویل بگیره. بنابراین واقعا ما مختصر رد میشیم، تیتروار رد میشیم، اندازه بضاعت خودمون رد میشیم و الا این معانی بسیار بزرگتر از ما هستن، چون اهلشون بزرگترن، چون اصحاب این معانی بزرگترن و انسان نمیتونه همه جوانب رو بررسی بکنه. شما ببینید در بعضی از آداب زیارت ائمه علیهم السلام میفرماید کسی که بر امام وارد شود، حالا هر کدوم از ائمه 12 گانه، عارفاً به حقه. این کلمه عارفاً به حقه خیلی پرمعناست. بله، ما چقدر میتونیم مقام این ذوات مقدسه و حق واقعی اونها رو درک بکنیم؟ مثلا شدنی هست برای ما با عقل ما محدودیم. محدودیم، ما ظرفیتمون محدوده. اون حدیثی که معروفه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی ما عرف الله الا انا و انت و ما عرفنی الا الله و انا و انت و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا. این مقامات رو کسانی که علمشون از علم الهی سرچشمه گرفته و علم در حقیقت مادون علم خداست و از علم هر بشری بالاتره، اونها درک میکنن. ما فقط به قول معروف آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. سر سوزنی رو بتونسته باشیم از این دریای عمیق فضائل اهل بیت علیهم السلام تر کنیم و خود رو بر روح و جان خودمون رو از آن سیراب کنیم. ما انشالله امشب شروع میکنیم به بحث ویژگی های امام. بله، دو تا تیتر مطرح می کنیم، دو تا سوال مطرح می کنیم. اولا امام چه کسی باید باشد و ثانیا امام رو چگونه باید شناخت و از چه طریقی باید شناخت. من مقدمتا عرض کنم در بحث های ما اشاره شد به هدایت عامه و هدایت خاصه، یا به عبارت دیگر هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. خب آیات زیادی در قرآن کریم هست
که گویای این است که موجودات خداوند تبارک و تعالی اونها رو پس از آفریدن در راه هدایت و در معرض مسیر هدایت قرار داده. واضح ترین آیه آیه‌ای است که در سوره طه است که موسی به فرعون میگه که ربنا الذی، پروردگار ما، دو نفر یعنی موسی و هارون که آمدیم توی فرعون رو به سوی خدای یگانه هدایت کنیم، پروردگار ما خدایی است که هر چیزی را آفرید و سپس هدایت کرد. چون فرعون بهشون گفت که من خدایی غیر از خودم سراغ ندارم، شما از کجا اومدید و کی شما رو فرستاده و خدای شما کیست؟ این نهیب رو بهش زدن که خدای ما کسی است که تو و سلطنت تو و دنیای تو و تمام جهان رو به عالم وجود آورده، آفریده و همه رو در مسیر هدایت قرار داده. این رو میگیمش هدایت تکوینی. این هدایت تکوینی اراده موجودات درش دخیل نیست، اراده خداست، سنت الهی است. خورشید امکان نداره یه روزی اراده بکنه امروز من نمیخوام بتابم. دریا امکان نداره اراده کنه که من امروز میخوام فرو برم، خشک بشه. یا امروز مثلا جزرومت نکنه. انسان، خود انسان هم یک بعدش این هدایت تکوینیه. امروز تصمیم بگیرم قلبم نزنه. بمیرم. نمیرم. تصمیم میگیرم مریض نشم. تصمیم میگیرم بزرگ نشم اصلا. در همین سن بمونم. اینها اراده شخص درش دخیل نیست و اراده موجود درش دخیل نیست. چیزی که انسان داره و دیگر موجودات ندارن هدایت تشریعیه. هدایتی است که اراده انسان در او دخیله. بله. نقش پیامبران ارائه طریقه، ارائه راهه. اگر انسان خواست اون راه درست رو انتخاب بکنه که کرد، و اگر نخواست هم تمام انبیا جمع بشن به صورت تشریعی و به صورت قانونگذاری و به صورت نصیحت و به صورت راهنمایی، نمیتونن انسان رو به راه راست بیارن. بنابراین یه راهی باید باشه که این هدایت به انسان ابلاغ بشه. بله. در مورد انسان این هدایت ابلاغ بشه، این هدایت بهش برسه. بله. خب حالا چه راهی هست؟ آیا انسان امکان داره که به وسیله مثلا اجنه هدایت بشه؟ آیا انسان امکان داره به وسیله فرشته‌ای که تناسب و سنخیت ماهوی با هم ندارن هدایت بشه؟ انسان باید به وسیله انسانی مانند خودش هدایت بشه که زبانش رو بفهمه، فرهنگش رو درک بکنه، حرفی که به اون میزنه قابل تفاهم باشه و قابل تفهیم باشه، با هم بتونن باشن صحبت کنن. خب پس خداوند تبارک و تعالی باید از یک طریقی این هدایت رو به انسان برسونه. این طریق از طریق وحیه.
که افرادی رو خداوند از طرف خودش ارسال میکنه، اعزام میکنه، وحی رو به اونها ابلاغ میکنه، شرایط و دستورالعمل ها رو به اونها ابلاغ میکنه و اونها رو مأمور میکنه که این راه سعادت و این آموزه ها و این تعلیمات رو به بشر برسونه. لذاست که در آیه قرآن از زبان پیغمبر میفرماید که قل انما انا بشرم، من یه بشر هستم، بگو ای محمد، بگو ای پیغمبر من به مردم که من مثل شما هستم، بشرم، میشینم، برمیخیزم، راه میرم، میخوابم، ازدواج میکنم، فرزند دارم مثل شما. فرق با من با شما این است که به من وحی میشه. خب این وحی شدن یه شرایطی داره، هر کسی که بهش وحی نمیشه. شخصیست میاد خدمت امام صادق علیه السلام به نام حارس ابن مغیره، از اصحاب امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر و از محدثین و علمای اجلاس. این حدیث در کافیه. عرض میکنه که یا ابن رسول الله اخبرنی عن علم عالمکم، شما اهل بیت علما هستید، دانشمند هستید، این علم شما از کجا میاد؟ چگونه این علم رو به دست میارید؟ ببینید یکی از ویژگی های امام اینه که علمش و عظمتش محدودیت نداره، زمان و مکان درش دخیل نیست و سن و سال هم درش دخیل نیست. شما در قضیه امام جواد، خب معروفه که امام جواد زمانی که امامت بهش رسید بعد از پدرش آقا امام رضا سلام الله علیه 7 ساله بودن. این نوجوان 7 ساله قاضی القضات دربار مأمون عباسی رو بهت زده کرد. مأمون جمع کرد علما رو، علمای درجه 1. خب اون قضیهش یه تفصیلی داره که چرا این کار کرد، برای چه این کار کرد، میخواست برای جذب شیعیان، برای دفع بعضی از نهضت‌ها علیه خودش این کار بکنه، ما در این زمینه نیستیم. بعد به حسب ظاهر میخواست به کسانی که بهش اعتراض کردن که شما میخواید دختر خودتو عقد بکنی برای نوجوان 7-8 ساله، گفتشون که اینها کوچک و بزرگ ندارن، پیر و جوان ندارن، اگر شما ایرادی دارید، اشکالی دارید، بیایید امتحانش کنید، بیایید ببینید این بچه 7-8 ساله چه مقدار علم و دانایی داره. مجلس مفصلی گرفت و قاضی القضات مأمون یک سؤالی رو مطرح کرد که امام رو در بن‌بست قرار بده، امام رو به چالش بکشه. بالاخره انسان
اگر ما واقعا نگاهمون نگاه یه فرد عادی باشه به ائمه، خب این خیلی طبیعیه که یک نوجوان 8-9 ساله نتونه همه چیز رو و شخص نتونه بپذیره این موضوع رو. نپذیر. یه سوال کرد از امام جواد، عرض کرد که از نظر فقهی حکم کسی که در حال احرام در مکه معظمه در حرم امن الهی شکاری بکنه، یه حکمش چیه؟ کفارش چیه؟ اینقدر امام برای او شعبات مختلفی باز کرد و صورتهای مختلفی در مجلس مطرح کرد که متحیر شد، در مقابل امام زانو زد. این شکار رو روز کرده یا شب کرده؟ این شکار از پرندگان بوده یا از خزندگان بوده؟ این شکار بزرگ بوده یا کوچک بوده؟ آیا بر این کارش هنوز اصرار داره یا متوجه اشتباه شده و توبه کرده؟ آیا صحف بوده یا عمد بوده؟ حلال گوش بوده یا حرام گوش بوده؟ اینقدر امام صورتهای مختلفی بیان کرد که همه این صورتها هر کدوم یک بابی و یک مسئله فقهی به خودش اختصاص بده. خب این علم امام از کجا میاد؟ هیچ کسی که درس نخونده. میگن شیخ مفید یک شب در خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته، آمده بهش میگه که شیخنا این فرزندان منه درس بده. از خواب بیدار شد، سراسیمه، تعجب کرد، آخه من کی هستم؟ شیخ مفید با اون عظمت، ولی در مقابل امام چیزی نیست. من کی هستم؟ حتی در کسوت کودکی من کی هستم که فرزندان پیغمبر رو درس بدم؟ میگن در همون روز یا چند روزی مادر سید رضی و سید مرتضی، این دوتا بچه سید رو آورد در منزل شیخ مفید و گفتش که شیخ انا این بچه های منو درس بده. گفت ها حالا این درست، حالا فهمیدم، حالا فهمیدم تعبیر خوابم چی بود. تعبیر خواب من چیه؟ امام حسن و امام حسین رو من درس بدم؟ من کی هستم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه سرزمینش، خوش آمدید به کربلای معلا. خوشحالیم که برنامه سرزمینش رو زنده و مستقیم از کربلای معلا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. خیلی هاتون الان دلتون کربلاست و مخصوصا توی غروب جمعه که دل میگیره دلتون میخواد که سلام بدید خدمت ابا عبدالله. معطلتون نگذارم، قدم به قدم بیایید بریم منظر امام حسین
رو کنیم خدمت آقای خوبی ها، ارباب خوبی ها و سلام بدیم. بسم الله. آقا جان یا ابا عبدالله، به نیابت میلیون ها نفر عاشق و دلداده، میلیون ها نفر ملتمس دعا، میلیون ها نفر دورافتاده از کربلا، و آقا جان به نیابت اونهایی که الان چشمشون به لبان ما برای نیابت زیارت اونهاست، کسایی که دستشون از این دنیا کوتاه و این سلام ما و این نیابت ما توشه ای برای اونها که راحتی پیدا بکنند از سختی های آخرت، سختی های برزخ. یا ابا عبدالله، این سلام ما رو به بزرگواری و آقایی خودتون بپذیرید و نام ما رو در تومار زوار امروز خودتون به بزرگواری ثبت و ضبط کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ضمن این سلام اجازه بدید یک حاجت بزرگ، یک حاجت بین المللی رو محضرتون مطرح بکنم و ازتون مسئلت کنم آقایی کنید. خیلی ها دوست دارن این پرچم قرمز روی گنبد رو یک بار از نزدیک ببینن، یک بار با این قرار پرچم دلشون قرار بگیره و با این بیقراری پرچم بیقرار بشن. یا ابا عبدالله، به لطف و کرم و آقایی خودتون نام همه ما رو در تومار زائران خودتون قرار بدید که به زودی هر کس دستش کوتاست بتونه از نزدیک توی کربلا زائر.
الان داشتم خدمت حاج آقا میگفتم، میگفتم که مردم واقعا خیلی دوست دارن کربلا رو ببینن و مخصوصا این صحنه ها رو. صدایی که دارید میشنوید صدای همین عزاداری ماشاءالله اول عزا حرم حضرت عباس و آخر عزا حرم امام حسین. در هر حال این صدا رو اجتناب ناپذیره، سعی کنید حواستون مثل من پرت نشه و بحثمون رو دنبال بکنید. بفرمایید. خواهش. بله، اینجا بودیم که علم امام از کجا آمده. بله، امام فرمودش که ما علممون رو از جدم پیغمبر و جدم علی ابن ابی طالب گرفتیم. اون آقای حارث ابن مغیره عرض کرد که ابن رسول الله، ما دوستانتون اینطوری صحبت میکنیم با هم که امام بهش الهام میشه، به قلبش الهام میشه، که انما یک کسی به گوشش القا میکنه. فرمودش بله، گاهی هم اونه. بله، گاهی هم اونه. در روایت دیگر موسی بن جعفر علیه السلام وقتی این جمله رو میفرماید، سریع برای اینکه اون آقا توی اشتباه و غلو و شبهه غلو نیفته، میفرماید که ولا نبی بعد نبینا. این رو بدونید، ما پیغمبر نیستیم و جد ما پیغمبر آخرالزمان خاتم الانبیاست و دیگه بعد از اون پیغمبری نخواهد بود. فکر نکنید که به ما وحی میشه مانند وحی به پیغمبر، به ما الهام میشه. خب این علم که به امام داده میشه در حقیقت به خاطر این است که بتواند اون رسالت پیغمبر رو ادامه بده. اگر چنانچه نتونه رسالت پیغمبر رو ادامه بده، ببینید آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیش مطلقه، یعنی اینا خب پیغمبر رو که میدونیم، خدا رو که میدونیم، خداست، اطیع الله، ما وظیفه داریم، بنده خدا هستیم، باید از خداوند اطاعت کنیم، شکی درش نیست. پیغمبر رو هم میدونیم که خداوند پیغمبرانی رو فرستاده، اولشون آدم، آخرشون خاتم الانبیا. این اولی الامری که مأمور هستیم به اطاعت از اونها، اینا در چه حد و اندازه هستن؟ اینا باید در حد و اندازه خود پیغمبر باشه. علمشون، اخلاقشون، مقامشون. بله، پیغمبر نیستن. ما بارها حدیث منزلت رو عرض کردیم، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو پیغمبر نیستی، تو وصی هستی، تو خلیفه هستی، تو وزیر هستی، تو نماینده من هستی، جانشین من هستی، اما پیغمبر نیستی. پس علم اینی که ما باید از او اطاعت بکنیم، اطاعت بیچون و چرا، بدون هیچ تأمل باید ازشون اطاعت بکنیم، اینا باید سنخ خود پیغمبر باشه. و من عرض کردم در چند روز گذشته که ما هر دلیلی، هر برهانی بر بعثت پیامبران داریم و لزوم بعثت پیامبران و نیاز به وجود پیامبران و مقام پیامبران و اطاعت مطلق از پیامبران، همون دلیل رو ما برای امام اقامه میکنیم و ازش استفاده میکنیم بدون هیچ فرقی، چون رسالت همون رسالته، مقام همون مقامه دیگه. خداوند عرض شود خدمت شما چطوری باید بگه؟
یه آیه مباهله بهانه یه هر بهانه گیری رو جلوش گرفته و تمام مصادر خود عامه هم نقل کردن که پیغمبر وقتی آیه نازل شد، خب آیه قبل از مراسم مباهل است، گفتشون که ما میاییم با هم مباهله میکنیم. اصلا مباهله چیه؟ بد نیست بینندگان عزیز بدونن مباهله دو طیف، دو گروه که با هم اختلاف داشته باشند و یکی خودش رو بر حق بدونه و دیگری رو بر باطل بدونه، اینها نفرین میکنن به هم دیگه. میگن ما میایم از خدا تقاضا میکنیم اونی رو که بر باطله نابود کنه. اگر من بر باطلم، من نابود بشم. اگر شما بر باطلی، شما نابود بشی. کی جرأت داره مباهله بکنه؟ کسی که بر حقه، کسی که مطمئنه که بر حقه. بعد فرمود که ما مباهله میکنیم به این نحو، شما مردانتون رو بیارید، شما زنهاتون رو بیارید، ما هم زنهامون رو بیارید. شما فرزندانتون رو بیارید، ما فرزندانمون رو میاریم. شما اونی که عزیزترین شخص پیش خودتون که مانند خودتونه و نفس خودتونه بیارید، ما هم اونی که عزیزترین شخص و نفس خودمونه میاریم. خب این قضیه مثلا فرض کنید چند روز قبل از مراسم بوده دیگه، پیغمبر میتونست که یک جمعی با خودش ببره، از اصحاب ببره، از همسرانش ببره. اصحاب بزرگی داشته، سلمان بوده، مقداد بوده، عمار بوده، دیگران بودن، به اصطلاح آقایون عشره مبشره بودن، اگر درست باشه که این خودش محل بحثه که عشره مبشره وجود داره یا نداره. خب اینا رو میتونست با خودش بیاره، همسرانش بیاره با خودش. ولی وقتی آفتاب در آمد و نصارای نجران ملاحظه کردند، دیدن که پیغمبر با یک خانم که دخترشه و با دو تا فرزند که نوه‌هاشن و با یک مرد قهرمانی که بغل دستشه و وزیرشه و عزیزشه نفسشه و جان دلشه آمدن و رو به قبله نشستن و شروع کردن که آماده بشن برای دعا، اون بزرگ نصارا گفتشون که اختار مباهله نکنید. مباهله کنید نابود شدید. مباهله کنید، یک مسیحی در روی کره زمین نخواهد موند. من چهره هایی رو میبینم که اگر از خدا بخواهم این کوه ها رو از جا برداره، برخواهند کند. مباهله نکردن، نفرین نکردن، یقین پیدا کردن که بالاخره شک در دلشون ایجاد شد که اگر اینها واقعا خدا اینها رو قبول داره، اینا دست به دعا بلند کنن، همانو نابودی مسیحیان همان. گفتن تسلیم شد. خب پس باید این وزیر، این جانشین، این کسی که اطاعت مطلقش به نام ولی امر بر مسلمون ها واجبه، آینه تمام نما و دارا و واجد تمام صفات پیغمبر باشه بجز نبوت. نمیشه که نباشه. فرضا عرض کردم ائمه یکی از تلاش هایی که میکردن در میان اصحابشون، ضمن اینکه مقامات خودشون رو میگفتن، ضمن اینکه اصحاب رو میساختن
و تربیت میکردن، تلاش این رو داشتن که اصحابشون دربارشون غلو نکنن. این خیلی مهمه. بله. شما دعای ابو حمزه رو بخونید. انت الذی هدیت، انت الذی آویت، انت الذی نصرت، انت الذی اطعمت، انت الذی، خدایا همه چیز تو هستی، ما هیچیم، ما بنده خدا، بنده تو هستیم، همه چیز از توست، رزق از توست، روزی از توست، خلقت از توست، چرخش زمین از توست، باران از توست، نعمتها از تو هستند، درختان از تو هستند، همه چیز از توست. که افرادی ضعیف الایمان فکر نکنن اینها. یه روایتی هست در نظرمه که در تفسیر قرطبی آمده، پیغمبر خطاب به امیر المؤمنین میفرماید که اگر من نمی ترسیدم، من می ترسم بعد از من مانند نصارا مثل عیسی تو رو خدا بکنن، اگر نمی ترسیدم که مردم درباره تو غلو کنن و اون چرا که درباره عیسی گفتن درباره تو هم بگویند، من درباره تو کلامی خواهم گفت که خاک زیر پایت رو مردم بگیرن تبرک بهش بجورن. لولا ان اخاف ان یقال فیک مثل ما قال فی عیسی، به این مضمون، لقلت فیک مقالا ما مررت علی قوم الا اخذوا من تراب قدمیک. اگر نمیترسیدم، نمیترسیدم اون چرا که برای عیسی ابن مریم، برای عیسی ابن مریم گفتن برای تو هم بگن، یعنی تو رو ببرن به مرحله الوهیت، بیش از این میگفتم درباره تو، درباره فضیلت تو. خب اینها رو که ما بفهمیم، طبیعیه که ما یواش یواش نرم نرمه ویژگی های امام رو الان بینندگان عزیز ما تقریبا دیگه میخوان هضم بکنن، براشون حل میشه. که عرض کردم امامت رو اونقدر کوچیک کردن، اونقدر حجمش رو فشرده کردن، کوچیک کردن، کم ارزشش کردن، که در حد حکمرانی که حالا این آمد سر کار یا اون آمد سر کار، این رو کم ارزش کردن. یا پناه بر خدا مقایسش بکنن با نمیدونم امامات، امامان اهل خلاف، یا حتی با حاکمان امروزی که مثلا نهایتش امام یکی بوده مثل مثلا فلان حاکم. اینها چون درک مقام امامت رو ندارن، یه در اون قصیده کوثریه، قصیده خیلی زیباییه، میگه که انا ساووک بمن ناووک، یا علی چگونه تو رو با کسانی که در مقابل تو بودن قیاس کردن؟ آخه این چه قیاسیه؟ چه مقارنه ایه؟ انا ساوو که به من ناوک و هل ساوو نعلی قنبر؟ اینایی که میخوان با تو خودشون رو مقایسه بکنن، اینها در حد نعل قنبر غلام تو اگر باشن، نه اینکه بیان با تو مقایسه بشن. خب این سوال مطرح میشه که پس امام کی باید باشه؟ میگیم یک، اولین چیز و قبل از هر چیز، امام باید از جانب خدا معین بشه. عرض کردیم دقیقاً هر چی که شما در مورد پیغمبر معتقد هستید در مورد امام میگیم، ما فرقی نمی کنه. پیغمبر از جانب خدا معین میشه،
خداوند بر مردم و برای مردم پیغمبر انتخاب میکنه و پیامبر میفرسته و اعزام میکنه، امام مردم رو هم باید خدا تعیین کنه. نه فقط اینکه شخص رو تعیین بکنه، شخصیت رو تعیین میکنه، اون کسی رو تعیین میکنه که معیارهای امامت بر امت رو داشته باشه. نه فقط شخص، این معیارها و این صفات و این صفات ملکوتی. ببینید امام به عقیده ما و عقیده پیروان اهل بیت علیهم السلام، امام حتی بر جن و ملک هم امامه. این نیست که فقط امامتش محصور باشه به حاکم مدینه بودن یا حاکم حجاز بودن یا حاکم جهان اسلام بودن. اصلا امام بر کل موجوداته. اینو باید خدا تعیین کنه. خب میفرمایید به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ دلیل زیاد هست. کافی است که ما فقط به آیه حضرت ابراهیم توجه کنیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. همین یه آیه بسمون. آیه های زیادی هست. در این آیه سه تا نکته گنجنده شده. یک، اینکه امامت مربوط به ماست و امام رو ما تعیین میکنیم. خداوند میفرماید انی جاعلک، این کار منه. نگفت برو ببین مثلا قومت چی میگن اونا تو رو تعیین کنن، برو ببین بزرگان شهرت قبولت دارن یا نه اونا تعیینت بکنن. نه، انی جاعلک، جعل یعنی دادن سمت، جعل یعنی دادن سمت. یه کسی که فرموندار نیست میگن این رو حکمش رو صادر کردن. البته جعل در کلام عربی فرق میکنه با کلام فارسی. اگر بگن فلان استاندار جعل شد یعنی تقلبی جعل شده. نه، جعل در اصطلاح عربی به معنای صادر کردن فرمانه. نسب به نوعی. نسب، احسنت، نسب. اینی جاعلو که من تو رو نسب میکنم. این یه نکته در خود آیه هست. بعد حضرت ابراهیم عرض میکنه که و من ذریتی، آیا این منصبی که به من دادی منصب وراثتی است؟ به ذریه من هم میرسه؟ به ذریه من هم میرسه. خداوند نفی نکرد، نفی نکرد که نه خیر، اصلا به ذریه تو نمیرسه، نه خیر، چون در ذریه او هم هست. نه، فرمود یک، مال ماست، تو غم بعد رو نخور، کار نداشته باش. ما میدونیم چه کسی، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خدا من خودش میدونه به کی رسالتش رو بده، چه شخصی رو امام بر امت بکنه، چه شخصی رو به عنوان پیغمبر بفرسته. یا در ذریه تو باشد یا نباشد. احسن، نگفت نه، فرمودش که لا ینال و عهدی از ظالمین. چه ذریه تو باشه چه ذریه تو نباشه، من این امامت رو به ظالم، ستمکار، ستمگر نمیدهم، معصیتکار نمیدهم. که نکته دوم چیه؟ نکته اول این بود که این امامت
مال خداست، مال امت نیست، مال اهل حل و عقد نیست، دموکراسی اجماعی نیست. نکته دوم این که این عهد خداست، عهد و میثاقه، یک چیزی است که ماورای جهان مادیه. جای دیگه این پخته شده و جای دیگه بررسی شده و جای دیگه تصمیمش گرفته شده. این عهد منه. دو، نکته سوم این که من عهدم رو به اشخاص ظالم، معصیتکار نخواهم داد، چه ذریه تو باشن چه نباشن. پس نه وراثتیست، نه انتخابیست، و نه افراد نالایق میتونن این منصب رو بگیرن. شما ببینید مثلا در تاریخ ائمه ما علیهم السلام، بعضی ها مثلا فکر میکردن که اسماعیل فرزند امام صادق امام بعد از اوست، و هنوزم هست افرادی که الان بله این اعتقاد رو دارن یا اسماعیلیه، ولی امام صادق فرمود که من مأمورم که کسی غیر از اسماعیل رو به شما معرفی بکنم، و اسماعیل در زمان خود امام صادق از دنیا رفت، که در زندگی و سیره امام صادق آمده که دو بار یا سه بار قبل از دفن اسماعیل دستور فرمود که کفن رو کنار زدن، صورت رو باز کردن و شاهد گرفتن که ببینید اسماعیل مرد، از دنیا رفت. و باور غلط فرقه باطنی اسماعیلی هم اینه که اسماعیل غائب شد، زنده است و با این که حضرتشون پیشگیری کردن، شاهد گرفتن. عرض کردم امامت اینطور نیست که، و همچنین در مورد عموی امام زمان جعفر که خیلی ها فکر میکردن که خب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو همه ندیده بودن، سری بود از اسرار آل بیت علیه السلام، و وقتی امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، عرض میشود برادرش جعفر نشست، مجلس عام گرفت، مردم آمدن بهش تسلیت گفتن و تبریک، هم تسلیت و هم تبریک به عنوان امام بعد از امام، ولی نبود. پس نه وراثتیست و نه انتخابی و نه جمعی میتونن این کار رو بکنن. ویژگی اول این است که امام باید از جانب خدا معین. یعنی اگر جامعه ای بیاد مثلا به اجتماع برسه، بیان مثلا رأی گیری کنن، بیان مثلا دموکراسی به کار بگیرن که امامی رو انتخاب بکنن یا امامی رو رد بکنن، در امامت امامت، در امامت امام هیچ خللی ایجاد نمی‌کنه. مسلم، شکی نیست. الا و لابد از سمت خداست. اینها میتونن والی خودشون رو مشخص بکنن، میتونن افرادی که امور کشوری خودشون رو اداره بکنن، اما امام اون هم نه برخلاف رأی امام مفترض و طاعه، و امامی که از برای همه بشریت، عرض کردم مقام ملکوتیش برای همه جن و انس و ملکه، همه در اطاعت امام هستن. فلذا مثلا در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها که میفرماید سیدت و نساء العالمین، امام هم امام عالمینه، تمام موجودات عالم فرود میارن سر اطاعت برای امام، هر کدوم به نحو خودش و به تناسب خودش. و این امام منصب زمینی نیست که افرادی جمع بشن توی سقیفه جایی و شخصی رو معین بکنن، میتونن برای ردق و فتق امورشون برای کسی رو معین بکنن. پس ویژگی اول، خلاصه بحث ما، جمع بندی بکنیم در این دقایق پایانی، خلاصه بحث ما این میشه که ویژگی اول امام این است که باید از جانب خدا تعیین بشه، و این منصب منصبی است الهی،
منصبی است که به هر کسی داده نمیشه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند بیناتر و داناتر و آگاهتر است از این که رسالت خودش رو به چه شخصی واگذار بکنه و چه شخصی رو مأمور رسالت خودش بکنه. و امام هم از نظر مقام، از نظر صلاحیت، از نظر مفروض الاطاعه بودن، واجب الاطاعه بودن، هیچ تفاوتی با شخص پیغمبر نداره. ما این دو مطلب رو در این بحث به اثبات رسوندیم. فرقی که بین امام و پیغمبر هست فقط در نبوته، که امام نبی نیست، امام وحی نبوت بهش نمیشه و بعد از پیغمبر خود امیرالمومنین میفرماد که انقطع به موت کل وحی، وحی منقطع شد، وحی نبوت جبرئیل. و اما مسئولیت پیغمبر و صلاحیت های پیغمبر و اختیارات پیغمبر و مقام پیغمبر همه و همه از جانب خدا به امام و خلیفه برحق بعد از او منتقل میشه. بسیار عالی. اولین ویژگی رو برشمردیم، جعل امام از سوی خدا. ما کلان 7 دقیقه 5 دقیقه فرصت داریم که اگر که میخواید من اشاره کنم به ویژگی دوم در حد تیتر. بله، در حد تیتر. بله، در حد 1 دقیقه. بله، ویژگی دوم این است که باز ما از این بحث ها فهمیدیم که ویژگی دوم این است که امام باید معصوم باشه. معنای معصوم چیه؟ معنای معصوم این است که نه فقط امام معصیت نمی کنه، اصلا شأن امام بالاتر از اینه. آقای جباری، شأن امام بالاتر از اینه. شما الان یک کودک 5-6 ساله رو میگید این طفل معصوم، چون گناهی ازش سر نزده. معیار دین اسمت گناه نیست. احسن. بسیاری از افرادی مثل مثلا حضرت عباس، مثل حضرت زینب، مثل بسیاری از اوتاد، بسیاری اینا گناه نکردن در زندگیشون، اما این عصمت این نیست. عصمت این است که این شخص امام هر چه به شما میگه و هر دستوری میگه و هر فرمایشی میکنه احتمال اشتباه هم درش نمیدی. یعنی منظوری نیستش که عصمت یعنی او خطا پذیر نیست، بلکه حتی خطا نمی کند. منظوری نیست که او خطا نمی کند، منظور اینه که او امکان خطا در او وجود ندارد، خطا پذیر نیست. ببینید، ما این رو باید یه طوری تحلیل بکنیم که فکر نکنیم مثلا فرض کنید که امام مثل یک جماده. توجه بمودید، اینو من انشاءالله در شب آینده عرض میکنم. ما هیچ احتمال خطا در امام نباید بدیم، یعنی باید معتقد باشیم که امام مانند شخص پیغمبر هر چی میگه صحیحه. چون اگر یک مورد ما بگیم امام احتمال داره خطا بکنه، دیگه هیچ اطمینانی به برنامه هاش شما پیدا نمیکنه. اینو ما شرح میدیم ان شاء الله. یه مسئله ای هست، از کردم امام عین پیغمبر فرقی نمیکنه. یه مسئله ای هست، عرض شود خدمت شما، نقل میکنن در کتب عامه، میگن که یک سال نخلکاران مدینه آمدن خدمت پیغمبر. یه کاری هست به نام پیوند، یک گردیست، حالا کارشناسانش میدونن، یک گردیست در فصلی از فصول سال از درختان، از نخلهای نر به نخل ماده منتقل میشه که نخل ماده بار بگیره. این رو در اصطلاح عرب بهش میگن تعبیر یا تلقیح، تلقیح هم بهش میگن. میگن یک سال پیغمبر به
نخلکارهای مدینه فرمود آه این چه کاریه میخواید بکنید؟ امسال نکنید، امسال نکنید، تلقیح نکنید، پیوند نکنید، نکردن. البته ما این روایت رو قبول نداریم، ما میخواییم بگیم که هیچ اشتباهی نباید در کار پیغمبر باشه و همچنین امام. نکردن این پیوند رو. اون سال نخلستون ها بار ندادن، خرمان ندادن و همه متضرر شدن. آمدن شاکی خدمت پیغمبر که یا رسول الله شما اینطوری فرمودی، ما هم به دستور شما عمل کردیم و ضرر دیدیم، چیکار بکنیم؟ فرمود شما به من چه ربطی داره؟ شما خودتون واردترید، من که نخکار نیستم، شما چرا از من قبول کردید؟ خب شما که میدونید این نخل باید پیوند بخوره، اگه نخوره بار نمیده، چرا حرف من قبول کردید؟ من که بلد نیستم این، نعوذ بالله. این رو نسبت میدن به پیغمبر، میگن ها در این قضیه پیغمبر اشتباه کرد، چون تخصص نخل کاری و خرما کاری نداشت، یه چیزی به مردم گفت، اینا به ضرر افتادن. صراحتا به نبی خدا دروغ می‌بندن و ما این رو قبول نداریم. بدترش دیگه، اونی که الان همه یادشونه، رسول خدا در هر حالتی منزه از هر خطا هن، حتی در تب که اون مرد در اومد گفتش که رسول خدا علیه عزب الله هزیان میگه، خب به خاطر اینکه درک نمی‌کنن مقام پیغمبر. اینا مثلا اون چی که خیلی خیلی در عظمت پیغمبر میخوان سخن سرایی بکنن، میگن در تبلیغ رسالت معصومه همین، اما در کارهای روزمره نه. عین با خودشون قرآن هم گفته که من هم مثل شما یه انسانم، اما انا بشران یوحا الیه، خود همین کلمه یوحا الیه خیلی پرمعناست، میگه من ظاهرم مثل شماست، باطنم فرق میکنه. مقامات پیغمبر، ما باید این ویژگی دوم این است که ما باید در حد عصمت ائمه ما، باید نه اینکه ما باید معتقد باشیم، باید باشن در حد عصمت که هیچ احتمال خطا و اشتباه در آموزه هاشون، در تعلیماتشون، در فرمایشاتشون ندیم. چون به حکم عقل، به حکم عقل اگر یک کسی یک بار از او اشتباهی سر بزنه، یعنی ممکنه بار دومی هم باشه، بار دومی ممکنه، بار سومی هم ممکنه، و این گونه اطمینانی به رسالت پیغمبر پیدا نخواهد شد و اطمینانی به فرمایشات امام علیه السلام هم پیدا نخواهد شد، که انشالله این بحث رو در جلسه آینده ادامه. ممنونم. سلام خدا و خلق خدا بر اون خاندانی که خداوند اراده فرموده که اونها رو پاک نگه داره و پاک کنه از هر گونه خطا و نادرستی. همون آیه شریفه ای که همه ما آگاهیم که خداوند آیه تطهیر حضرت معصوم رو پاک قرار داده. ممنونم آقا، دیگه فرصتمون متاسفانه به سلام نمیرسه، فقط افتضاحا خداحافظی بکنیم و انشاءالله فردا شب در خدمتتون باشیم. تشکر میکنم از محضرتون. بینندگان عزیز خسته نباشن، خیلی متشکر، خدا حافظ و یار و ناصرشون. سپاسگزارم، انشاءالله فردا شب با ما همراه باشید با ادامه بحث امامت. یا علی مدد، خدا نگهدار. آقا دست مادر تو دستای من میلرزه، آخ خدایا کمکم کن، مادرم رو برسونم در خونه، زمین و روی دیبا، روی چار و روی مجر، بر خونه با آسمون با شده با آب دریا خون شده با خدا هم گریم شده با آسمون بارون شده با آب دریا خون شده با خدا
خدا هم گریم شده وای گوشواره رو خاک کوچه ها گریونه گوشواره رو خاک کوچه ها گریونه دیوارم از حال و روز ما گریونه از حال و روز ما گریونه آخ عزیزم با نگاهت با نفس دل حیدر را شکستی بلند شد نبا با تا ببینه هنوز از پا ننشستی بیوان شب بی سامونیه با بابامون زندگی با خاک کوچه خونی وای با آسمون بارون شده با آب دریا خون شده با خدا هم گریم شده با آسمون بارون شده با آب دریا خون شده وای خدا هم گریم شده وای.